یکی سی رسید دکان لیوان فروشا. این لیوان فروشا لیوانا رو دمر گذاشته بود. مشتری اومد رد شد، خدا نگاه کرد و دید در این بسته. گفت آقای لیوان فروش، چرا لیوان شما درش بسته؟ بعد بالا که گفت تشم که سوراخه. این لیوان فروشی گفت آقا جون لیوان ازدی بر بگیر، اشکالات بسیاری از اشکالات که ما به خدا میکنیم چون دنیا رو ایبریم بینیم. مثلا میگه خدا یا میگه تو عادل نیستی، پس چرا میکروب خلق کردی؟ پس چرا گرما، چرا سرما، چرا سیل، چرا زلزله، چرا رعد و چرا برق و چرا و چرا و چرا و چرا؟ یه میلیون اشکالی که مردم به خدا میکنن به خاطر که دنیا رو زیر میدن. فکر میکنن دنیا آخوره، دنیا خوابگاهه، دنیا اشتت کده. چون نگاهشون به دنیا اینه که دنیا آمدیم خوش باشیم، همین که خوشی برطرف شد میگیم خدای چرا. دنیا اشتت کده نید، دنیا میدون رشده. تو میدون رشد باید ابزار تلخی هم بگید باش. یه جوونی که میخوان رشدش بدن که متکا براش پر نمیکنن که بفهم بخوابید رشد میکنی. این باید بره بالا بیاد پایین، جست و خیز و راه رفتن رو تناب و راه رفتن بین موانع و نمیدونم پرش و جهش و صحرایی دریایی رزم شبانه روزانه. اگر بناس رشد پیدا کنه تو میدون رشد باید همه ابزار تلخی و سنگینی هم باشه. ای فکر کنه مثل که کسی اومده وزنه‌برداری کنه میگه متکام کن، ببخشید شما دید بخوابی؟ میدون رشده، باید کشتی گیره با مشکلات. نصف اشکالات که ما به خدا میکنیم برای که دنیا رو ازبریم بینیم. باید بگیم دارون بلبلای محفوفه. امیرالمومنین فرمود دنیا خانه است پر از بلا. برای چی بلاست؟ برای که روش ولنم نولنکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. دنیا اومده روش کنید شما را با تلخی ها و شیرینی ها میخوام روش بدم. هم ابزار تلخی جلوتون میذارم هم ابزار شیرینی. یه روتویز ماشین نو بد میدم ببینم چقدر میپری بالا، یه وقتی میگیرم ببینم چجوری سکته میکنید.